أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که اگر به آن برسیم و سرلوحه زندگی قرار بدهیم برکاتی دارد، از جمله تشخیص حق از باطل. لذا مأموریم تقوا رو حفظ کنیم و با تقوا خودمان را از همه خطرات و آسیبها محافظت کنیم. الا فسونوها و تسونو بها. در ایام عزاداری رهبر آزادگان و آزادگی سید الشهدا و یاران با وفایش علیهم صلوات الله اجمعین قرار داریم. یکی از مهمترین برنامه های عزت برای جامعه اسلامی، زمینه روشنی و بیداری برای بشریت و جامعه انسانی و اسلامی، شناخت ابی عبدالله علیه السلام، آرمان این بزرگوار و اهداف بلند و جهانی این شخصیت است. لذا در خطبه اول با توجه به شرایط خوبی که قرار داریم درباره عزاداری از منظر رسول الله و از آدرس پیامبر بزرگوار اسلام مطالب را عرض می کنم، هم نمازگزاران عزیز استفاده کنند و هم از این فیض بزرگ بهره‌مند باشیم و هم از طریق رسانه ها و فضای مجازی همرسانی شود تا همه مردم، همه مسلمین از این لطف و از این رحمت الهی استفاده کنند و بهره ببرند. من با استفاده از فرصت و سبکی که حس کردم برای همگان مفید و مؤثر باشد این بحث را مطرح میکنم. همه ما مسلمان ها به قرآن اعتقاد داریم. مسلمان نیست که قرآن را قبول نداشته باشد. انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآنی که در شب قدر نازل شده و
و فرموده خداوند این قرآن کسی نمیتواند تحریف کند و ما معتقد هستیم نه کم شده و نه زیاد شده، همون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده همون قرآن امروز در اختیار ماست، منتها باید تدبر کنیم قرآن بفهمیم. مهمترین بخش های قرآن فراوان است. یکی از عقاید حقه و مطرح در قرآن این است که پیغمبر هر حرکتی را انجام می دهد، این حرکت حرکت است که با اجازه خداست، با راهنمایی خداست. اگر حرفی را می زند، حرف پیغمبر حرف خداست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر حرفی می زند پیغمبر حرف پیغمبر وحی است. اگرچه وقتی امام حسین علیه السلام متولد شدن، پیغمبر در مدینه بودن، سال چهارم هجری بود، حدود 6.5 سال بعد از ولادت امام حسین علیه السلام پیغمبر زنده بود. سالی که پیغمبر رحلت کرد، آخر ماه صفر، 28 ماه صفر، امام حسین علیه السلام هنوز 7 ساله نشده بود. امام حسین علیه السلام در سال 61 به شهادت رسید، یعنی 57 سال بعد از رحلت پیغمبر امام حسین به شهادت رسید. اما تاریخ مخصوصاً همسران پیامبر اسلام، اصحاب رسول الله نقل میکنند پیغمبر برای امام حسین علیه السلام عزاداری کرد، گریه کرد، محل شهادت امام حسین را مشخص کرد، روز شهادت را و زمان شهادت را پیغمبر پیشگویی کرد. بهتر است این بحث را از قرآن و از زبان و آدرس همسران رسول الله پی بگیرم. امروز به عمد الله و المنه همه مجالس مخصوصا نماز جمعه با عنوان یک بستر روشنگری و هدایت و نماد از عزت و اقتدار جامعه اسلامی در سراسر کشور می درخشد. این نماز جمعه هم در کنار هزاران و صدها نماز جمعه این رسالت را به عهده دارد. جلسات محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام در مسیر روشنگری برای جامعه انسانی و جامعه اسلامی است. میدانیم حدود 80 و چند آیه در قرآن از زنها یاد شده. ما در قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره نساء. در این سوره چون مباحث فراوان پیرامون حقوق زن مطرح است، جزو سوره‌های طولانی قرآن است، در این سوره این مطالب فراوان است، لذا نام این سوره را سوره نساء گذاشتم. چند آیه در قرآن از زنان پیغمبر نام برده و ما به زنان پیغمبر حرمت قائل هستیم. اون چیزی که قرآن می‌فرماید درباره زنان پیغمبر مو به مو قبول داریم. به قدر زنان پیغمبر و دختران پیغمبر مورد حرمت و توجه خداست که خدا در سوره مبارکه احزاب 33 سوره قرآن در آیه 59 می فرماید یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، به همسرات بگو، و بناتک، به دختران خودت بگو،
و نساء المؤمنین و زنان مؤمنان و مردان با ایمان بگو. این بحث عزیزان ما دنبال کنن. در آیه 32 سوره نساء خدا می فرماید یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه زنها نیستین، شما همسر رسول اللهین، شما در بستر و در کنار و در جنب رسول الله توفیق حضور پیدا کردین، شما با بقیه زنها فرق دارین. البته این اتقیتن شرطش این است که تقوا را و پروا را رعایت کنید. در آیه 30 همین سوره می فرماید یا نساء النبی، ای زنای پیغمبر، من یعت من کن، اگر کسی از شما حرکت برخلاف شریعت انجام بدهد، همون گونه که مقام شما بالاست، یضاعف له العذاب، عذاب شما بیشتر است. خواستم یک دریچه باز کنم برای مطرح کردن بحث عزاداری امام حسین علیه السلام. همه عزیزان می دانن پیغمبر زنان متعدد، امسران متعدد گرفت. حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از بعثت با پیغمبر ازدواج کرد، اما زنهای دیگری پیغمبر انتخاب کردند. یکی از این زنها حضرت ام سلمه و یکی حضرت عایشه است. من عزاداری امام حسین را از آدرس این دو شخصیت و همسر رسول الله که شاهد ماجرا اصحاب هستند مطرح میکنم. بیشتر امسال در این فراز و در این تریبون و در آستانه روز عاشورا همه دانشمندان، همه فضلا، همه روحانیت و علما و مولویا و اندیشه ها رو دعوت میکنم سر سفره امام حسین علیه السلام بر اساس یک وظیفه و یک رسالت این بحث را دنبال میکنم. اول از همسر رسول الله حضرت ام سلمه نقل بکنم و بعداً از همسر رسول الله حضرت عایشه. عزیزان آماده باشند. ام سلمه یکی از زنان پیغمبر است، دختر عمه پیامبر، از زنان با احترام و حرمت پیامبر که آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در منزل ام سلمه و پیغمبر نازل شد. جریان اصحاب کسا در خانه ام سلمه به گوش پیامبر و به اطلاع پیامبر رسانده شد، اگرچه اجرای ماجرا در خانه حضرت زهرا بود. این زن مجلله به شدت به اهل بیت پیامبر ارادت داشت و امام حسین علیه السلام او را مادر خطاب می کرد. حالا دقت کنین، از ایشان نقل شده پیغمبر در خانه من بود، امام حسن و امام حسین جلو پیامبر در خانه من مشغول بازی بودند. این تکه را بیشتر دقت کنیم. خب پیامبر همیشه از این نعمت بهرمند است که جبرئیل به پیغمبر نازل می شود. ام سلمه سلام الله علیها می گوید جبرئیل نازل شد. زن پیغمبر که قرآن می فرماید زنان پیغمبر مادران مؤمنینن، اینها محترمن، البته وظایف مشخص خودشان را دارن. جبرئیل نازل شد در منزل
ام سلمه در محضر رسول الله عرضه داشت یا محمد اسم پیامبر برد، ان امتک امت تو تقتل ابنک هازا، این فرزند تو اشاره کرد به امام حسین علیه السلام در حالی که هم امام حسن بود و هم امام حسین علیه السلام، فرمود تقتل ابنک هازا من بعدک فاومع بیده الی الحسین. جبرائیل که علما می دانن اکثرا به شکل دهیه کلبی، یک مرد زیبایی در مدینه بود به اون شکل ظاهر می شد، با دستش به امام حسین اشاره کرد، گفت این پسرت را امتت می کشن. فبکا رسول الله، پیغمبر گریه کرد، شنید حسین کشته می شود. هنوز پیغمبر در حال حیات است، در مدینه است، در منزل ام سلمه است. و وضعه الی صدره، پیغمبر امام حسین را به سینه قرار داد. قال رسول الله، ثم قال رسول الله ودیعت عندک هذه التربه. جبرائیل مشتی از خاک کربلا رو گرفت، در اختیار پیغمبر قرار داد. پیغمبر این مشت خاک را در اختیار همسرش ام سلمه قرار داد، فرمود هذه التربه ودیعه عندک، این تربت، این مشت خاک امانتی از من در اختیار توست. و قال رسول الله یا ام سلمه، فرمود ام سلمه اذا تحولت هذه التربه دمن فعلمی ان ابنی قد قتل. حالا آدرس عرض میکنم، فرمود هر وقت اینها را باید جامعه اسلامی بگن، علما بگوین، اهل منبر، ائمه جمعه رسالت دارن بگوین، مختص به یک مذهب نیست. پیغمبر به ام سلمه سلام الله علیها فرمود هر وقت این خاک تبدیل به خون شد بفهم حسینم کشته شده، بفهم حسینم کشته شده. حالا اجازه بدین من مسند روایت نقل کنم، منبع روایت نقل کنم. از منابع بزرگان علمای اهل سنت، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مرحوم نورالدین هیثمی در جلد 9 در صفحه 189 این روایت نقل میکنه. و همینطور جامع الصحیح از مرحوم حافظ ترمذی جلد 13 صفحه 193 این روایت نقل میکنن. لذا تاریخ مطالعه کنن دوستان، روز عاشورا که در آستانه روز عاشورا قرار داریم، ام سلمه وقتی به این خاک نگاه کرد، البته قبل از ظهر خواب قیلوله ای کرده بود، در خواب پیغمبر دید لباس به خاک آلوده و محزون است. سوال کرد یا رسول الله چی اتفاق افتاده؟ فرمود ام سلمه حسینم به شهادت رسید. ام سلمه از جا حرکت کرد، به خاک نگاه کرد، دید این مشت خاکی که در منزلش بود امانت پیغمبر تبدیلی به خون شده، شروع کرد به ناله زدن. اصحاب و همسایه ها متوجه شدن، آمدن گفتن چه خبر است؟ قصه را نقل کرد، جریان را نقل کرد. اینها وظیفه ای ماست، رسالت ماست. میدانم شما آماده گریه کردن این حق داریم، پیغمبرتون گریه کرد، زنان پیغمبر گریه کرده، اصحاب پیغمبر گریه کرده. مگر میشه انسانی عاشق پیغمبر باشد گریه نکند بر مصیبت حسین؟
میدانم طولانی شد، اما اجازه بدین از همسر دیگر رسول الله جریان نقل کنم. عزیزان میدانن یکی از همسران رسول الله حضرت عایشه است، ام المؤمنین، دختر صحابی بزرگ پیامبر حضرت ابوبکر، مادر عایشه ام رمان است، دختر امیر ابن عامر پیامبر. 2 سال بعد از وفات حضرت خدیجه از ایشان خواستگاری کرد، چون سنش کوچک بود. سال بعد از هجرت پیامبر ایشان به منزل آورد. وقتی پیغمبر رحلت کرد، همسر رسول الله 18 ساله بود، چون پیغمبر بعد از آمدن در مدینه و مستقر شدن با ایشان ازدواج رسمی کردن و به منزل آوردن. در سال 57، یعنی 4 سال قبل از شهادت امام حسین، این همسر رسول الله از دنیا رفت و در مدینه و در قبرستان بقیع دفن است. در زمانی که در منزل رسول الله بود، بهره های از فقه و حدیث و تاریخ دارد، علوم زیادی و روایات زیادی را مسلمانان از این همسر رسول الله نقل کردند. ایشان می‌فرماید پیامبر در خانه من بود. این حدیث بسیار عمیق است. حدیث نیست تنها، هم تاریخ است، هم حدیث است، هم تصحیح رسول الله است. این همسر رسول الله نقل می‌کند پیغمبر در خانه من بود. در همین انگام که پیامبر در منزل من بود، امام حسین تنهایی آمد علیه السلام، وارد خانه من شد، کنار پیغمبر نشست، از شانه و پشت پیغمبر بالا می رفت و بازی می کرد. پیغمبرم خیلی محبت داشت به امام حسین. همسر رسول الله نقل می کند جبرئیل نازل شد. حالا چگونه نزول جبرئیل؟ قطعا پیغمبر خبر می داد و گفت یا محمد، این امتک ستفتن، امتت گرفتار فتنه می شوند، ادهی فتنگر بعدک، بعد از رحلت تو، و یقتل ابنک هازا، همین پسرت را می کشن. و مد یده، اون عبارتی که در حدیث قبلی نبود اینجا است، جبرئیل دستش را دراز کرد به تربت بیضا، یک تربت سفیدی را در اختیار پیغمبر قرار داد، و قال فی هذه الارض یقتل ابنک، در این سرزمین فرزندت کشته می شود. اسم حطف، نام اون زمین، زمین طف است، یکی از نامهای کربلا. تا اینجا جبرئیل است، پیغمبر است، امام حسین است، ام المؤمنین عایشه است. فلما ذهب جبرئیل، جبرئیل رفت، خرج رسول الله، پیغمبر از منزل بیرون آمد، الی اصحابه. عزیزان من، جامعه اسلامی این روایات را اگر نگوید چی را میگوید؟ خطبا، امامان جمعه در کشورهای اسلامی این معاد این روایات را اگر در محرم نمیگوید، فردا پیش پیغمبر چی جواب دارم؟ موضوع مهمتر، کربلا را عده مخصوص شیعه کردن، قرار نیست مخصوص شیعه باشد، برای همه مسلمان هاست، از طریق اسلام و مسلمین برای هدایت بشریت است. پیغمبر همون گونه که قرآن را خدا می فرماید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین
قرآن کتاب هدایت برای متقین است. پیغمبر حسین را چراغ هدایت برای بشریت معرفی کرده. حالا دقت کنین، پیغمبر از منزل بیرون آمد، خرج رسول الله الى اصحابه، پیغمبر از خانه بیرون آمد و تربت فی یده، این مشت خاک که از کربلا جبرئیل گرفته بود در دست پیغمبر بود. دقت کنین در بین اصحاب کیا هستند، و فیهم ابوبکر، حضرت ابوبکر پدر ام المؤمنین عایشه بود، و عمر خلیفه دوم پدر حفصه همسر رسول الله در بین اصحاب بود، و علی امیر المؤمنین همسر زهرای مرضیه در بین اصحاب سلام الله علیهما بود، و حذیفه ابن یمان از اصحاب سر رسول الله در بین این جمعیت بود، و عمار همون شخصیتی که پیغمبر فرمود تقتلک فئه الباغیه، گروه سرکش عمار را میکشد، و ابوذر، جناب ابوذر که پیغمبر فرمود زیر آسمان سبز روی زمین گردآلود راستگوتر از ابوذر دیده نشود. این اصحاب کبار در کنار پیامبر بودن. پیغمبر از منزل حضرت عایشه بیرون آمد. اونی که مهم است عزیزان من، هر که توفیق گریه بر امام حسین پیدا بکند باید سجده شکر کند. پیغمبر گریه میکرد و هو یبکی، پیغمبر گریه میکرد. حق داره امام زمان خون گریه کند، پیغمبر فقط از جبرئیل شنیده حسین کشته میشود گریه میکند. اما در کربلا زینب میبینه سر حسین بالای نیزه میره، خیمه های حسین آتش زده میشه، زخم های بدنش از شماره بیرونه، و هو یبکی، گریه میکرد. طولانی شد. فقالو ما یبکید یا رسول الله، اصحاب گریه پیامبر را نمیتوانستن تحمل کنن، سخت بود. سوال کردن یا رسول الله چی باعث گریه شما شده؟ فقال، پیغمبر فرمود اخبرنی جبرئیل، جبرئیل به من خبر داده، این ابنی الحسین، پسرم حسین کشته می شود بعد از من در سرزمین عراق، و جاءنی به هذه التربه، به من این خاک را از کربلا آورد. بعد فرمود فاخبرنی ان فیها مزجعو، و من خبر داده که قبر حسین در کربلاست. لذا پیغمبر فرمود همه انبیا به زیارت کربلا آمده اند در عالم معنا. آیا عزاداری که پیغمبر قبل از اتفاق افتادنش گریه کرده نباید در سطح جهان اسلام تجلیل شود؟ نباید کشورهای اسلامی روز عاشورا را بزرگترین مصیبت قرار بدهند؟ غیر از عزت اسلام چیزی دیگری نخواهد بود، غیر از اقتدار اسلام و روشنی جامعه اسلامی در عزاداری حسین هیچ ضرری، هیچ مشکلی برای جامعه اسلامی پیش نمی آید. اون اسلامی را که خدا می فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزتش در همین مجالس دیده می شود. شما امروز ببینید در این شهر مظلوم، شهر فقیر مثل همه کشور ما، این روزا چندین جلسه است، چقدر انسان سر سفره حسینن، چقدر مطلب گفته می شود، چقدر آیه قرآن خوانده می شود. آیا این عزت بالاتر از این؟ این کشوری که این همه گرفتارن اما
ارادتمندان به سید الشهدا ساعتها 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 با همه وجود مثل شما که این لحظه دارید عبادت خدا میکنید، حرف خدا میشنوند، قرآن میشنوند، حدیث میشنوند، مصیبت حسین میشنوند، روشن میشوند، دلها و جانهاشان نورانی میشود. ما همه را سریع سفره دعوت میکنیم. اجازه بدین حدیث را نقل کردم، سندش را هم بگویم. اعلام النبوه مال مؤلفش مرحوم ماروردی از علمای بزرگ اهل سنت، صفحه 83. باز سوائق محرقه ابن حجر مکی در صفحه 192، فصل الثالث فی الاحادیث الوارده فی بعض اهل البیت، و همینطور مقتل الحسین مال مرحوم خارزمی جلد 1 صفحه 159. خدایا این برنامه را برای هدایت همه بشریت و برای وحدت هرچه بیشتر مسلمین و بیداری جهان اسلام و بیداری ملت ما و مردم ما، از همه ما بیش از پیش به احسن وجه قبول فرما. ملت ما را، دولت ما را خدایا در محور قرآن، در محور پیغمبر، در محور اهل بیت پیغمبر و اصحاب پیامبر به همدیگه نزدیکتر، مهربانتر بگردان. توطئه‌های دشمنان خدایا به خودشون برگردان. ما را قدردان قرآن و پیامبر و آموزه های پیامبر بیش از پیش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا، پروا پیشه کردن سفارش می کنم. نماز جمعه که امروز در روز هفتم محرم تقارن پیدا کرده، از ویژه و استثنایی برنامه هایی است که خداوند در سوره به نام جمعه می‌فرماید با تلاش خودتان را به این مراسم بیداری، همدلی، عزت و در واقع نمونه از حرکت جمعی، وحدت آفرین و هدفمندانه برسانید. در قبال این عظمت مسئولیت‌های فراوانی دارد. مسئله اول، به حمد الله و المنه با هماهنگی و با برنامه ریزی بین مسئولین امارت اسلامی و عزاداران و مبلغان و مدیران مجالس، تا امروز به لطف خداوند مجالس با تأمین امنیت،
با پلان و برنامه و هدایتگری اداره شده، ضمن تشکر و قدردانی از همه شما ملت، مخصوصا از مسئولین امارت اسلامی که به هر مجلسی و مسجدی و تکیه خانه‌ای جهت تأمین امنیت نیرو در نظر گرفتن، ضمن تشکر و قدردانی از همه عزیزان خواهان هستیم این برنامه را تا پایان برنامه‌های عزاداری با همدلی، با برنامه و با اخلاص انشاءالله به فرجام برسانند. یقیناً در این برنامه ضمن بیداری مسلمان‌ها، همدلی مسلمان‌ها، عزت همه ما نهفته است. وقتی در یک شهری، در یک کشوری مجلس عزای امام حسین با حرمت و با نظم برگزار می شود، این خبر از مدیریت، از بیداری و از هوشیاری می دهد. لطف خدا شامل حالمون هست. دیروز حرکت مذبوحانه‌ای که در کابل برای آسیب رساندن به عزاداران شده بود توسط نیروهای حاضر در اون صحنه دفع شد و عوامل جنایت و خیانت محکوم شد و به درک واصل شد. ما از عزیزانی که در این حادثه جان دادن، از اونها و از خانواده هاشان تشکر میکنیم و مجروحین و عزیزانی که جراحت برداشتن از خداوند شفای عاجلشان را خواهان هستیم. باز هم از این همدلی، از این همفکری، قدردانی و سپاسگزاری به عمل می آوریم. یقینا دشمن از فرصتهای خالی و از صحنه‌هایی که بتواند آسیب به مجلس و محفل برساند غفلت نمی کند. امارت اسلامی هم مثل همه حکومت ها یقینا مخالف دارد و کسانی هستند که نمی توانند این امنیت و این برنامه ها را ببینند. یقینا دنبال فاجعه هستند، دنبال آسیب رساندن هستند. ما از همه مردم و از همه عزاداران، از مدیران، از روحانیت معظم، از مبلغین بزرگوار خواهان برنامه و بیداری هستیم. مسئله دیگر، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. یقینا همه عزیزان می دانند بالاترین فریضه اسلامی مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. امام حسین علیه السلام فرمود من برای رسیدن به حکومت از مدینه بیرون نشدم، برای بی‌نظمی و آنارشیزم و در واقع اینه که جمعی را حرکت بدهم و به خواسته دنیوی برسم بیرون نشدم. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من برای امر به معروف و نهی از منکر بیرون شدم. پدر بزرگوارش فرمود تمام خوبی ها، حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر و معروف مثل یک قطره است در مقابل دریا. یقینا باید به معروف توجه شود و از منکر جلوگیری شود. این هدف امام حسین است، این شعار امام حسین است و شعار طرفداران حسین است. در هیچ حرکت حسینی نمونه از معروف، نمونه از منکر نباید راه پیدا بکند. ما با بعضی از اشکال سینه‌زنی مخالفیم، بعضی از اشعار را سفارش کردیم نخوانند. حسین مظهر بیداری است، مظهر آزادگی است. بحث پرچم ها که بعضی جاها مطرح شده، ما به همه پرچم ها احترام داریم و من از عزاداران و هیئت های عزیز تقاضا میکنم، همینجا اعلام میکنم، در کنار پرچم
ان الحسین مصباح الهدى، پرچم لا اله الا الله، که مورد این کلمه مورد حرمت همه مسلمان ها هستن، این هم داشته باشن. در کنار پرچم هایی که در بالای تکایا و در سطح عزاداری ها نصف است، نام مبارک رسول الله حتما اگر باشد زیبنده تر است. اما متوجه باشیم اون چرا که منکر است او را باید بشناسیم و اون چرا که معروف است او را بشناسیم. نکند در این برخوردها مجلسی و محفلی و حرمتی شکسته شود. من تقاضا میکنم از همه مسئولین اگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره این موضوعات حرفی و سخنی داشته باشند، ما مثل همه برنامه ها در قالب یک گفتمان، در قالب یک نشست، خوب است این مسائل مطرح شود. امروز هم به همه نمازگزاران اعلام میکنم، به همه تکیه‌داران و عزیزان اعلام میکنم، این مسائل اگر در جای مطرح میشود از طرف ماموری همکاری کنن، همدلی کنن. هیچ جایی کار به تشنج و بگو مگو نرسه. من یقین دارم امارت اسلامی مثل کلمه لا اله الا الله، مثل کلمه محمد رسول الله، از کلمه مقدس ان الحسین مصباح الهدى احترام میکنن و ما هم از پرچم ها و از شعارهای اسلامی همیشه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. مسئله عاشورا را پیش رو داریم. انشاءالله با گفتگو، با رایزنی، با مسئولین در سطح کلان، در پایتخت، توسط مدیران و بزرگان شورای علمای مرکز و در این شهر با جلسه‌ای که با مقام ولایت خواهیم داشت قضیه را مطرح می‌کنیم. همینجا اعلام می‌کنم سال گذشته در اولین روزهایی که مسئولین امارت اسلامی وارد مزار شدند، ما دلسوزانه با والی محترم این شهر هم کلام شدیم، صحبت کردیم، گفتیم جلسه ایست سالها در این شهر برگزار شده و کسانی که به این جلسه شرکت کردند افتخار نصیبشون شد. امسال هم پیشنهاد ما این است، یعنی سال گذشته عرض کردم این جلسه برگزار شود و ما این را زمینه عزت مسئولین میدانیم، همون گونه که در گذشته ها گفته بودم. همکاری شد، جلسه برگزار شد، امسال هم حرفم همین است. ما با مشورت، چون مسئولیت این جلسه را باید دولت به عهده بگیره، ما تحت برنامه مسئولین از هیئت ها، از مردم مثل گذشته ها تقاضا خواهیم کرد همه تلاششان را به خرج بدن. اما یقینا باید همدل باشیم. این حرکت حرکتی است که وحدت اسلام، همدلی کشور و ملت و حکومت را به نمایش می‌گذارد. خیلی ها تحمل دیدن این صحنه ها را ندارد. ما تقاضا می‌کنیم از والی من شهرمان، ولایتمان در جلسه حضور پیدا بکنه، مطالبی را که لازم است در این جلسه با شکوه و با عظمت و بیدارگر مطرح کنه. و به کارنامه کاریش در این ولایت نقش دیگری و زیبایی دیگری را انشالله ثبت کنه. ملت ما، عزاداران ما، مبلغان ما، روحانیت ما مثل همه صحنه ها در این صحنه اعلام حضور میکنند. اونچه که نتیجه مشورت و رایزنی و گفتگو باشد از طریق فضای مجازی و از طریق رسانه انشالله که
ملی است و در اختیار همه است، انشالله به عزیزان رسانیده خواهد شد. آرامش، بیداری، حوصله‌مندی از همه عزیزان انتظار می رود. زیاد معطلتان نکنم. شنیدین روزه و توسل را، منم خیلی کوتاه عرض کنم و از همه التماس دعا دارم. اگرچه مصائب کربلا اونقدر جانسوز است که پیغمبر قبل از شهادت حسین گریه کرد، زهرا گریه کرد. زهرا از پیغمبر پرسید یا رسول الله وقت شهادت حسینم شما هستین؟ فرمود نه. سوال کرد پدرش علی هست؟ فرمود نه. مادر فرزند را خیلی دوست دارد. سوال کرد پدر جان رسول الله وقت شما نیستین، علی نیست، آیا من هستم؟ فرمود نه. زهرا نالهش بلند شد، فرمود پدر جان کی بر حسینم عزاداری میکند؟ خوشا به حال شما عزاداران هر جای عالم هست. پیغمبر فرمود فاطمه جان نگران نباش، هر سال نسلی بعد از نسلی مجلس عزای حسینم را برپا میکند. زنان مؤمنه و مردان مؤمن این عزا را و این مصیبت را تعظیم میکنند. عزاداران عزیز، روز هفتم محرم است، روز دوم اهل بیت وارد کربلا شدند، اما روز هفتم تعداد زیاد لشکر به کربلا آمده بودند. امروز اولین روزی است که آب بر روی ابی عبدالله و خانواده ابی عبدالله بسته شد. از امروز تا روز دوم محرم 4 روز آب بر روی خانواده ابی عبدالله بسته است. همه شهدای کربلا عزیزم، اما بعضی از بزرگان گفتند حضرت علی اصغر در بین شهدای کربلا این طفل 6 ماه است، سند حقانیت حسین است. بعضی ها میگفتن فقط روزه علی اصغر بخوانید، میگفتن چرا؟ میفرمود آخه دیگرا قدرت دفاع داشتن، این شهید عزیز روی دستهای ابی عبدالله جان داد. مادرش رباب نقل میکند شب عاشورا بعد از اونی که دشمن خیمه ها را آتش زد مقدار آب به ما داد برای که زنده بمانیم و ما را به اسارت ببرند به کوفه و شام. رباب وقت آب خورد، نزدیکی های سحر بود، شروع کرد به گریه کردن و ناله زدن. بیبی زینب آمد سوال کرد رباب امام حسین روز کشتن، علی اصغر روز به شهادت رساندن، خیمه ها را قبل از غروب آتش زدن، تو چرا اینقدر با سوز گریه میکنی؟ ما به همه اطفال که مظلومانه کشته میشوند گریه میکنیم. صدا زد بیبی جان از اون لحظه ای که شیر آب خوردم در پستانم شیر احساس کردم. یادم آمد از اون لحظه ای که علی اصغر ای با لبهای نازش با انگشتان کوچکش تلاش میکرد قطره شیر. از پستان من نصیبش شود ممکن نمیشد، حالا به یاد اون لحظه گریه میکنم. خدایا به همه شهدای کربلا، به این طفل مظلوم 6 ماه که روی دستهای ابی عبدالله جان داد و بدنش را گذاشت 2 رکعت نماز خواند، از نماز کمک گرفت، دفن کرد، قسمت میدهیم فرج امام زمان ما برسان، امنیت کشور ما کامل تأمین بگردان. خدایا ما را در مسیر عزاداری سید الشهدا فهم قرآن بیش از پیش یاری بفرما. خدایا به عزیزانی که در برگزاری این مجلس به هر شکلی سهم دارن، از مسائل امنیتی، نشراتی، رسانه‌ای، نظورات، خدایا امنیت و برگزاری به هر شکلی که حضور دارم، خدایا خواهش میکنیم، تقاضا داریم در این لحظات استجابت دعا با مقام امام حسین به همشان اجر و پاداش عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم صل.